نترس دخترم، حرف بزن، بگو چه اتفاقی افتاد. ببین دخترم، اگه جواب سوالای ما رو ندی، هیچی که حل نمیشه، مجازات خودت رو هم بیشتر میکنی. سلام سرگو، وقت داری بخیر، خواهش میکنم. به کجا رسیدیم؟ قربان شما، در حال تحقیق هستیم. چی کار کردی تو دختر؟ چرا کشتی پدرت؟ معتاد بود پدرت؟ اذیتت میکرد؟ نمیخوای واقعیت رو بگی؟ ما اومدیم اینجا کمکت کنیم. سرگور ادامه بدید شما. خوش جواب سوالای ما رو ندادی؟ نمیخوای حرف بزنی؟ اتفاقی بود. از وقتی چشوا کردم توی خونه بودم که هواش دود بود، دیوارش همه سیاه مثل شب بود، زمینش هم با فرش هم مثل سنگ بود. این اواخر نمیدونم چرا دیگه مثل بچگی هم بیخیال نبودم، نمیتونستم توی اون خونه نفس بکشم. تنها امیدم رفتن به مدرسه بود تا حداقل چند ساعت نفس راحت بکشم. فکر میکردم من همون بچه کوچولویی هم که هر اتفاقی میافتاد زودی یادم میرم. آخه چرا این فکر رو میکردی؟ مگه اونا چه رفتاری باهات داشتن؟ بیتفاوت اونم شده بود نوناور خونه و مواد به خربوسه بابام. بابام که از کنار من منقلش توی اتاق جم نمیخورد، فقط گاهی میرفتم و در اتاقش باز میذاشتم تا مواد از دود خفه بشه. تنها تصویریم که هر روز توی ذهنم بود مامانم بود که وقتی به من نگاه میکرد اشک میریخت. آقا چه کاری از دستم برمیمد تا لبخند روی لب مامانم ببینم؟ چندین بار به مامانم گفتم بیا بابا رو ببریم مراکز ترک اعتیاد، اما میدونستم هر چقدر اگه مامان تلاش کنه بابا قبول نمی کنه، چون اصلا فکر نمی کرد معتاد باشه. مامانم که اینقدر مشغول کار و خرج و مخارج زندگی شده بود دیگه حتی نمی دونست من چجوری میرم مدرسه و میام. خب می تونی بیشتر توضیح بدی اتفاقاتی که افتاد؟ اون روز هم توی که گفتم اصلا حالم خوب نبود، آماده شده بودم واسه رفتم به مدرسه که دیدم مامانم خونه نیست. رفتم دم در و در رو باز کردم، دیدم مامانم دم دره. گفتم مامان اینجا چی کار میکنی؟ بابات از سه صبح خماره، ولکن نیست. رفتم واسش مواد گرفتم. گفتم چی گرفتی؟ شیشه. گفتم شیشه؟ اما بابا که شیشه نمیکشید. راستشو بخواین بابام هر جور موادی که فکرشون رو بکنین و کشیده بود، بعد میگفت من معتاد نیستم. رفتم مدرسه، توی مدرسه اصلا حالم خوب نبود، همش توی خودم بودم. یکی از هم کلاسیم ازم پرسید چطور امروز؟ چرا همش توی خودتی؟ هیچی از درس نمیفهمی؟ اما اون نمیدونست درس که هیچی، من سال هاست که از زندگی هیچی نمیفهمم. برگشتم خونه، طبق معمول بابام توی اتاق پر دود و مامانم سر کار. شب شد، حدود ساعت 10 شب جلوی تلویزیون نشسته بودم که مامان گفت اون مرتکه لندور کیه اونجا پشت سرش وایستاده؟ چی داری میگی؟ اون مرتکه لندور کیه پشت سره؟ پس اون مرد کیه پشت سرش وایستاده؟ فکر کردی من تو اتاقم؟ هیچ از زندگی حالی نیست؟ خدا داری اشتباه
اشتباه میکنی، من که کاری نکردم. فکر کردی من خرم؟ فکر کردی من همش؟ من مونده بودم، نمیدونستم چی بگم، نمیخواد بره سمت ماما. این هم باتم روی زحمت های مامانه. این کشم تو موتور خدا این کار نکن، کسی باش سر ماما نیست. فقط مامانه دفاع میکنی؟ بابا کسی نیست، بابا کن همه اینا توهمه. چاقوش حمله کرد، من حلش دادم. شده بود. مادر خدا بلند شو. بلند شو. مرکز ما، مرکز ما، مرکز ما، مرکز ما دیگر شما